باستانی بر هم میهنان گرامی مبارک. رادیو تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز سه‌شنبه دهم فروردین ماه هست. ده روز از سال جدید و قرن جدید می‌گذرد. تو همین ده روز چه اتفاقاتی افتاد، چه سال طوفانی رو در پیش داریم. بنابراین امروز خرسنده که در این هفته اول سال نو بریم خدمت جناب آقای دکتر کاظم ودیعی نازنین و حضور ایشون رو خیر مقدم بگیم، عرض ادب و احترام بکنیم به این بزرگوار، تشکر کنیم از همه مهرش به میهن و خدماتی که طی سالهای عمرش برای میهن و مملکت انجام داده. واقعا باید قدردان این شخصیت ها بود که هر لحظه زندگیش رو وقف وطن کرده. من فکر کردم از آقای ودیعی خواهش کنیم که امروز برامون در مورد این وقایعی که اتفاق افتاده همین چند روز و مسائلی که علی خصوص در مورد سخنان شاهزاده رضا پهلوی و مطالب پیرامونیش از زبان این نازنین بشنویم و ببینیم که آقای ودیعی در این زمینه چی فکر میکنه و بها. امیدوارم که فرمایشات ایشون کلید حل مشکلات باشه. آقا درود میفرستم به شما، خوشحال میشم اگر محبت کنید در این زمینه ها برامون سخن بگید. سلام با آقای مهمانی دوست عزیز، سلام به شنوندگان محترم. همه مسائلی که از وقتی که آقای بایدون کار آورده تا به امروز رو نمیشود در یک جلسه گفت، ولی برای ما ایرانیان درون و برون که بسیار سوال مطرح میکنیم و کمتر به راه حل میرسیم، مسئله اخیر یعنی اظهارات شاهزاده رضا پهلوی یکی از موضوعات مهم و شاید یک نقطه عطف باشه. قبل از این که در باره اظهارات ایشون عرض کنم، باید یک مقدمه کوتاه بگویم در باره پادشاهی و پادشاه. در هیچ کتاب تاریخی در هیچ کشوری شما نمی بینید که کسی کتابی نوشته باشه در تاریخ و در اونجا پادشاهی یعنی نظم، نظام و سیستم پادشاهی رو با پادشاه اشتباه نکنه و اساسا معمولا از پادشاهان حرف میزنند و از پادشاهی که یک نظامی است که حرمت پادشاه رو داره حرف زده نمیشه. به طور ساده پادشاهان تاریخشون میده که افرادی که بنیانگذار پادشاهی در کشور خودشون بودند مردان سازماندهی بودند، آمر بودند و عمودرو بر جامعه، در حالی که پادشاهی یک نظم طبیعی برآمده از خانواده، از خاندان
از قبیله، از عشیره، از شیخوخیت، از ارتباط افقی وسیع با توده مردمه و فرهنگ ناشی از پادشاهی رو با شخص پادشاه که میتواند مبشر پادشاهی باشه و بهره ببره از مزایای پادشاهی برای اینکه پادشاه بزرگی باشه، این تفاوت رو بگذاریم و بعد ببینیم که ما در چهار بود. فرهنگ پادشاهی و خود پادشاهی از بین نمیره. پادشاهی در فقط ما البته ایرانی ها سهم مهمی داریم در ایجادش، ولی امروز اتفاقی که در دنیا افتاده که مثل همه چیز دیگه تصادفی است، رئیس جمهور های رئیس جمهور های هستند که در زیر پوسته سیاسی خودشون پادشاهی میکنن و پادشاهانی هستند که در حسرت جمهوری خواهی هستند در حالی که پادشاه هم. امروز کشورهایی هستند که پادشاهی هستند و وجود دارند. باید پرسید چطور دوام پیدا کردند؟ چطور اونها توانستند این سنت رو طی قرون متمادی و اعصار تکنولوژیک متفاوت و عبور از مراحل مختلف نظام های سیاسی عبور کنن و پادشاهی رو نگه دارن؟ ممکن است بگویید که پادشاهان بودن مدبر و اینها رفتن مملکت رو ببرن به سمت دموکراسی خودشون. عرض من این است که مخالفان پادشاهان آمر و تکرو کمک کردند به این که به سمت دموکراسی با حراست پادشاهی برن. از چه طریق؟ از طریق قانون. یعنی چیزی که رؤیای فرهنگ سیاسی مردمان بوده و ریشه در دورترین ایام تاریخی داره، اون چیز رو از قربال قانون اساسی بگذرونن تا موافقان و مخالفان هر دو به لطف و کرامت پادشاهی در سیاست اعتراف کنن. اولی کسی که در تاریخ ایران حرف از جمهوری زد رضا شاه بود. رضا شاه بعد از انقلاب مشروطه آمد. نگاه کنید و از خودمون بپرسیم که انقلاب مشروطه که قانون اساسی مشروطه پادشاهی رو به مردم رسونده، چه نفوذی بوده که انقلاب مشروطه بشه و بعد شاه هم باشه و قانون اساسی هم باشه و شاه رو از طریق دربار قانون اساسی عبور بدن؟ وقتی رضا شاه حرف از جمهوریت زد و حتی به سرار استانها و ایالات قدیمی دستور داد که درباره جمهوری تبلیغ کنید، مردم بر نتافتن، مردم قبول نکردن. حتی روحانیت تظاهرات ایجاد کرد که ما نمیفهمیم جمهوریت یعنی چی. ما پادشاهی میخوام. حتی نگفتم سلطانی یا امیری، گفتم پادشاهی. رضا شاه گفت حالا که مردم اینو میخوان، من
این میل مردم رو صلاح تازه میکنم برای سربلندی ایران. این میل مردم وجود داشت آدم وارون اساسی رضا شاه با اون در نیفتاد در آغاز کارش، با روحانیت در نیفتاد در آغاز کارش. حرف خودشو یک بار زد من حکم میکنم، مثل همه پادشاه ها اموزرو بود. ارتباطات افقیش برای دو چیز بود: امنیت، تجدد. سلسله پهلوی همیشه به امنیت اولویت دادن، برای که در حافظه تاریخی ما بود که عدم امنیت باعث از دست دادن قطعات مهمی از سرزمین ایران شده. انگلیس ها با یک خط تلگراف بلوچستان دو قسمت کردن، بلوچستانی که متعلق به ایران بود شد بلوچستان ایران، بلوچستان اولش هم همه رو استرکوش دادن بلوچستان انگلیس. از اون طرف روسا که اون ایالات رو گرفتن، گرجستان رو گرفتن، قفقازه گرفتن، هفدشهر رو گرفتن، این تو خاطر مردم بود و مملکت ناامن بود و قدرت مرکز ضعیف بود. رضا شاه دو کلمه امنیت و تجدد، این امنیت و تجدد ضرور روز بود و در نتیجه هر کس به این دو تا سوال جواب میداد پادشاه میشد. رضا شاه برای این پادشاهی رسید که اول سازماندهی کرد ارتش ملی رو، بعد هدف اصلی صبح شب، صبح تمام شبا تلگرافچی کاخ ایشون نشون میداد که در خاطراتش که تمام نیمه شب ها برمیخواسته و اخباری که مربوط به ناامنی بوده میخواسته که از طریق این بیسیم بهش خبرهایی بدن و موفق شد. و علی رغم نیروهای خارجی که میخواستند ایران رو از طریق خزعلها از یک طرف به تجزیه ببرند و از طرف دیگه ضعیف کنند تا عبور و مرور برای رفتن به هندوستان آسون بشه، رضا شاه هیچ تئوری مربوط به ناسیونالیسم و فلان اینها از خودش بیرون نداد. تکیگاه اون رفتن به تجدد و امنیت بود. در این میون باید ببینیم برای رفتن به امنیت یه فرد لازمه که پادشاه بشه، یک سیستم. مشروطه به ما یک سیستم داد، امنیت بایستی به وسیله فلان دستگاه، ارتش یا ژاندارمری یا پلیس یا فلان تا کار خودش رو انجام بده، نه اینکه تمام توقعات شما از امنیت فقط از شاه باشه. تجدد یک خواست همه بود. ما 6 کیلومتر راه آهن که از تهران به شادرعظیم برده می شد، ساخت بلژیک نه ساخت خود بود، وام از بلژیک. درباره این رضا شاه در این میان آیا تنها بود؟ ما اون همه مخالفان و موافقان که در اولا دولت بردار بزرگی هم بودن که می ترسیدن از رضا شاهی که امنیت رو بیاره، تجدد رو بیاره و دست دیگران از قدرت کوتاه بشه. اگر رضا شاه رفت مسلمان جذب زمانه بود، به خاطر اینکه متفقه میخواستن که ایران یک کشوری باشه مثل موم در اختیار اونها و این سه دولت بزرگ که ایران رو اشغال کردن، روسیه، امریکا، انگلستان، اینها
در میان اینها انگلستان بزرگترین دشمن و ناراضی ترین کشور دنیا از ایران بود. چرا؟ تاریخ خوشبختانه خوزستان نوشته شده هم به وسیله رژال هم به وسیله دیگران که چگونه رضا شاه بدون تماس با یه فرد خارجی به مدد فروغی جواب اینها رو میده که میگفتند شما میرید به اونجا، ما اونجا دوستانی دارن که تبعی انگلستانن، تشریف نبرید اونجا. و اون دیکته میکرد به فروغی که مردم انگلستان و دولت انگلستان یک مشروطه سلطنتی هستن و میدارن که کشوری استقلال داره، بدون استقلال نمیشه کاری کرد و قطعا خواهم دید که ما استقلال ایران رو محترم میداریم. چه توطئه ها در بسیاری از گزارش های دقیق از عهد فروغی که از تهران که حرکت میکنه بره به قم و اصفهان شیراز و بعد از با کشتی از بوشه بره به خوزستان و بعد در اونجا سرهنگ زاهدی رو مأمور دستگیری خطعل کنه بدونه که خون از دماغ یه نفر بیاد. پس زاشا امنیت رو ایجاد کرد، 17 جنگ داخلی کرد و نرفت به مذاکره بر سر قطعاتی از خاک ایران که دیگران بهش نظر داشتند. باقی اتفاقاتی که در زمان رضا شاه افتاده، رضا شاهی که سوار قدرت و طلبکار مردم و این طلبکاری تا قانون اساسی رو ضعیف میکنه. قانون اساسی که ضعیف شد مجلس ضعیف میشه، مجلس که ضعیف شد دولت ضعیف میشه، دولت که ضعیف شد ممکنه آلت دست بیگانه بشه. وقتی در شهریور 20 که شخص من ناظر اون بودم در تهران، در حالی که کلاس 6 ابتدایی بودم، روزها برای با از هواپیما تراکتو میفرستادن و دلسوزی برای ما که آره شما یه شاد خوبی ندارید. و بعد وقتی که منکر سلطنت شدن به این معنی که در گوشی با رجالی تماس گرفتن که شما دیگه نرید به سمت سلطنت، برید به سمت جمهوری. رجالی که این توطئه رو به گوش شنیدن میشد که اینها با اتکای به خارجی مملکت رو برن به جمهوری و دلپسند استالین یا دلپسند لندن نوع بی بی سی یا دلپسند امریکای که اصلا نمیدرست ایران چی هست اون موقع. ولی در انقلاب مشروطه یک دو تا مکاتبه کرده. چی شد که پادشاهی موند؟ رضا شاه رفت ولی پادشاهی موند. مردان مثل فروغی ولیعهد جوان رو بعد اون تماس های که خارجی ها گرفتن که خودتون رئیس جمهور بشید ما قبول داریم، به اینها که شما ایران نمیشناسید. پادشاه جدید ولیعهد جوان رو باش مذاکره میکنه. ولیعهد میگه اگر که مشکلاتی سر راه هست به من بگید، یعنی من ممکنه کنار برم. فروغی میگوید که متوجه خواهید شد، حل خواهد شد. دل میگذارد در دل ولیعهد جوان. ولیعهد با اتومبیل با سیمای گرین کرده
از در پشت مجلس بیبره مجلس، به مجلس میگه که جلسات ادامه میدید، امروز من حرفی دارم. ولی عهد میاد و سوگند وفاداری به قانون اساسی و پادشاهی و میشه شاه جوان. آیا ما به قدر کافی قدر این شخصیت هایی که پادشاهی رو نگه داشتن در اون بحران با اون قدرت دولت های استالین و انگلستان امریکا قدر اینا رو دانستیم؟ فروغی مغضوب بود، رضا شاه میدونست حق داره، ولی وقتی که وضع خراب شد رضا شاه رفت و از او خواست که دیگر مسئله من و تو در کار نیست، مسئله مملکت پسرم رو به تو میسپارم. پسر شاه جوان سوگند که یاد کرد، وقتی از در مجلس آمد بیرون میدان بهارستان پر بود از شاه دوستان. توجه کنید، گفتم شاه دوستان نه شاه ترسان و نه متملقه. مردم رفتن اتومبیل شاه جوان رو روی دوش گرفتن، یعنی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی شادروان مدیون مردم و رجال وطن پرست هست. شاید اشتباه کنم، وطن پرست نه، وطن شناس باید بگیم، که می دانستن نبض مردم، نبض مملکت به چه می زنه. این مقدر عرض کردم که بگویم کشورهای دموکراسی پادشاهی از طریق قانون اساسی رفتن به دموکراسی پادشاهی. ما با قانون اساسی بازی کردیم، گاهی آره گاهی نه، و این باعث شد که یک دو هوایی در مملکت ایجاد بشه. تمام عرض من بر اینه که من ندیدم در ادبیات فارسی که کسی به قدر سعدی پادشاهی رو تجزیه و تحلیل کرده باشه به زبان مردمی. در گلستان باب اول نه باب دوم، در سیرت پادشاهان. پس تاریخ پادشاهان و تاریخ پادشاهی دو چیز متفاوته. پادشاهی کار یک نفره، بنیانگذاری اراده یک نفر ممکنه باشه، مخصوصا وقتی بنیانگذار باشه، و پادشاهی یک نظم، یک نسق سیاسی است برآمده از فرهنگ مردم ایران. دیگر نقاط هم همینه. حالا نگاه کنید به این که ما رفتیم از قانون دفاع کنیم یا قانون رو ضعیف کردیم. قانون چجوری ضعیف میشه؟ وقتی که سازمان های موازی به وجود بیان، سازمان های موازی که کار دولت انجام میدن. در اواخر سلطنت چاردو یه مثال میدم، در ایران من حساب کردم در حدود 52-53 سازمان موازی بود که کار وزارتخونه ها هم انجام میدادن. پس وزیر و نخست وزیر مسخره میشه، ضعیف میشه. اون که ضعیف شد یعنی قانون اساسی ضعیف میشه، در نتیجه برای علاجش متوسل پادشاه میشن. یه فکر بکنید، بعد بازرسی شاهنشاهی جای دادگستری رو میگیره. البته رجلی مثل آقای موینیان که هر جا هست خدا به سلامتش بداره و اگر تصادفاً نیست روحشان، آبروی داد به اون سازمان بازرسی شاهنشاهی. و این جمله که سیمان بود ایمان نبود از اونه که
اشتباهات رو یه خورده نرم کنه. من آخرین بار در قاهره این شهر رو زیارت کردم و هنوز یادم نمیره که تنها زمانی رادیوی ایران رادیو بود که ایشان بود و مبارزه کرد با شوروی و ما متوجه یعنی که متوجه نمیشه که چه میشه که چه میگذره برای که دستگاه تبلیغاتی به شهادت کتاب پادشاه کتاب آخرین ایشون حتی به شهادت یکی از کتاب‌های شهبانو دستگاه ایشان میگویند که دستگاه تبلیغاتی ما ضعیف بوده. حالا بگردیم و پیدا کنیم چرا. برای اینکه بین پادشاه و پادشاهی اینها پل نمی‌زدند. پادشاهی رو همون پادشاه می‌دونستند و این اشتباه فقط در ایران اتفاق نیفتاده، در همه دنیا اتفاق افتاده. این مقدمه من تمام شد. برویم به سر اصل مطلبی که آقای بهبهانی اصرار داشت که ما در این زمینه اظهارات شاهزاده رضا پهلوی بحثی بشه. تصمیم شاهزاده رضا پهلوی به روی برگردوندن از نظام پادشاهی و ترجیح جمله به لحاظ شخصی محترمه. انسان آزاد میگه میخواهم نمیخواهم میروم یا نمیروم آزادی بیان داره. اما یه نقطه عطف هست در تاریخ ایران. اون نقطه عطف این است که رضا شاه اولین کس بود در جمهوری‌خواهی، پس ایشون اولین نفر نیستند. رضا شاه در مملکتش مقاومتی روبرو شد با اپوزیسیونی که میگفت من جمهوری نمیفهمم. یک ملای جوانی بود در شیراز که میگفت من کمونیسم رو نمیفهمم. یک آیت اللهی بود به نام نوری گفت من به تو میفهمونم کمونیسم یعنی کم نیست، کم در لهجه شیرازی یعنی شکم، یعنی گشنگی خواهید خورد. و اما سوسیالیسم با خنده میگفت یعنی نظامی که سوسه تو تنشه، یعنی عوام فریبه. فرهنگ ما در این حد بود. این فرهنگ از طریق حوزه ها، مساجد و تکالیف شرعی سالهای دراز فرد زبان ها بود. در عهدی که ایران هنوز سنی بود در اکثریت خودش، سعدی میگه به نوبت است ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت تو سی ملک به عدل گرایی. یعنی پادشاهی تو ابدی نیست، عدلی جستیسی دادگستری داشته باشی ماندنی میشه. یعنی میگوید عدل رو مردم میخوان، قدرت و تاج رو تو میخوایی. این دوتا اگر تلفیق نشوند مثل بار کجی. مشروطیت که با شرکت روحانیونم قانون اساسی رو نوشتن آشتی داد این دوتا رو. و بعد ما به بهانه تجدد به تفرقه رفتیم. تجدد داشت کار خودش رو میکرد در تمام دنیا. دور تجددونه ششتاب ناشی از ششتاب ناشی از تجددی که شتاب آمیز بود بین مردم عقب و مردم جلو از لحاظ فکر و اندیشه فاصله زیاد انداخت.
و بعد یادمه که یکی از رجال سابق که به وزارت دادگستری رسید از شاه پرسید انقلاب سفید اول اسمش اصلاحات بنیادی بود وقتی در حال مطالعه بودیم، انقلاب چرا علاحضرت؟ و جواب شنید که این مد زمانه است. و اونهایی که شنیدن در اون جلسه پچ کردن و گفتن شاه که انقلاب نمی کنه، انقلاب اساسی، انقلاب چیز که اسمش شد انقلاب سفید بر اساس تجدد بود. تجدد فقط این نیست که از قراردادها به تجدد بریم، از طریق اینه که فرد ابتدایی، فردی که عادی به وسیله ابزارشناسی به سمت تکنولوژی بره. تکنولوژی رو تو مدرسه فقط بشه فهمید. رضا شاه به یک ملا در نزدیکی ستاد ارتش اون دوره برخورد میکنه، از ماشین پیاده میشه و میگوید که ارزی دارم. با همین عبارت نقل شده. ملا بر میگرده میگه بفرد، میگه شغل شما چیه؟ میگه من ذاکر امام حسین هستم. این اصطلاح ذاکر حسین بعدا در قصه های آقای جمالزاده اومد. میگه ذاکر امام حسین، امام حسین محترمه، این مملکت شیعه است، ولی شغل ذاکری که شغل نیست. ما سه شغل پیش پای شما گذاشتیم: رفتن با خط خوشی که بلدید و علم فارسی که بلدید و علم عربی که بلدید توی ثبت اسناد کار کنید، رفتن به دادگستری راجع به شرع و قانون سکسیون هایی از بخش هایی از اونجا کار کنید، رفتن به مدارس برای تدریس قرآن و شریعت که کسی جلوش نگرفته بود کار کنی. یعنی رضا شاه روز رویارویی با روحانیت شرمی نداشت، عنادی نداشت، ولی بلکه میدونست که اینها بودن که پادشاهی رو، جمهوریت رو رد کردن و پادشاهی رو آوردن. بسیار بعد خروج چیز باز همین مردم بودن که پادشاهی رو، که شرحش رو دادم و نجات دادم. قانون اساسی که به وسیله انقلاب واقعی، ولی در یک قشن بایم، قانون اساسی تقریبا تبدیل شد به یک ابزار قدرت شاه. یعنی من طبق این قانون اساسی پادشاهی من بکردم. بسیار خوب، طبق این مقرر مشروطه امور اجرایی در دست دولت به تصویب مجلسه. امور اجرایی رو گرفتن و به سازمان‌های موازی دادن نفی دولته. یه مثال بزنم، مثلا گفتن آزادی زنان، کی بود که طرفدار نباشد لطف جدیدی؟ ولی آزادی زنان در قانون با تمام قانون اساسی پیشبینی شده بود. در اصل هشتم میگوید که اهالی مملکت ایران در برابر قوانین دولتی متساوی الحقوق هست. این اهالی مملکت چی هست؟ یعنی زن و مرد. از این طریق اگه ما رفته بودیم غربت قانون اساسی بود، ولی متولده یا هرچی خاطر بگوید که نه، ما زن ها هرگز آزادی ندیدن، ولی فرم و بعد آزادی با پوشش اسلامی به هیچ وقت در چیز نیست. کسی که شغل تازهی در سیستم دولتی بیره میدونه که چجور لباس میپوشه.
هر کار دیگری که شما سوادآموزی، سوادآموزی کار چیه توی مملکت مشروطه؟ کار وزارت آموزش و پرورش. بنابراین وقتی ما میگیم سپاه بهداشت، باید بگیم طبق قانون مشروطه این سپاه بهداشت، این ستاد دانش وجود داشته که وزارت خودش هم وجود داره، و قانون تعلیمات اجباری که در زمان دکتر سیاسی به تصویب رسید این هم ضامنشه. ولی اگه بیایم سازمان سپاه بهداشت، ستاد دانش رو بکنیم رقیب وزارت، خب دولتی نمیمونه، دولت ضعیف بشه. این عبور ندادن تجدد از شبکه قانون اساسی یک چیزی بود که مردم رو به اینجا رسون که هرچی خوبه از شاه، هرچی بده از شاه. شاه عمره میکرد با پول و نفت، خیلی روشنه، همه میدونه. ولی بازار که در فرهنگ روحانیون، در گهواره روحانیون بزرگ شده و یک سیستم است و تحقیقی که در همون زمان در مجله یغما هم چاپ شد وجود داره، کنگره و کنفرانس تشکیل داد در نهاره نقش بازار، این با بازار حسود به تجارت جدید شد که وام‌های کلان به کارخانه‌های صنایع جدید میدن و ما در اینجا مستثنیم. حتی کف بازار ما به قدر کافی تمیز نیست، حتی شبکه آب به ما نرسیده، حتی در مورد روشنایی هم کوتاهی. نه، اونها هوشیار بودن، بازار ها بچه هاشو فورا فرستادن در فرنگ که بله ما میدونیم چه ها کنیم. ولی تاریخ ایران نشون میده که بین بازار و رژیم همیشه یه رابطه است. اگه قهر کنن از هم جنگه، بلواست، شوردیه. بنابراین ما با بازار چرا در اقتصادیم بی خود؟ از اون طرف بازار یک تأسیس زیباییست. رجوع کنید به کنگره بازار، کنگره که در مورد بازار شد و دانشگاهیانی که اونجا اون پیترهای دادن که در طول تاریخ ایران بی نزدیم. بلکه بازار یک تأسیس فوق‌العاده است، وگرنه لغتش به خارج می آمد. حالا خوب، در مورد اصلاحات ارضی چه قهر تبلیغ شد که این طرح امریکایی است، چقدر بد اجرا شد در بعض موارد در مورد شخصیت های بزرگ مملکتی، چقدر تلاش کردن دانشگاه اینجا برای تحقیقات روستایی برای که ده چجوری متحبه بشه، چجوری خودش رو تبلیغ بده با یک سند مالکیت که نمیشد. دسته دسته البته تقسیم ارضی با اصلاحات ارضی فرق میکنه. تقسیم ارضی یعنی زمین تقسیم میکنید، یه سند مالکیت هم میگید. ولی با این سند چیکار میشه کرد؟ این وضعیت چون این ها متشدد باور میکردن که طرح امریکاییست. من به شما عرض میکنم که اصلاحات ارضی در زمان ساسانیان مطرح بوده، افراد شهر مزدک ها و مانی ها بی خود حرف نزدن، بی خود حرف نزدن. هر کسی که حرف میزنه از جمله خود برده، بخشی از سخنش ممکن بیراه باشه ولی بخش دیگر سخنش که مسترده باید اون رو نگه داشت. هیچ وقت نباید دیگری رو نفی کرد، برای که کمترین فرق یه مملکت صاحب یه اندیشه است، اونا در شهر. در دوره ساسانیان مسئله ارضی مطرح بود،
اسلام که آمد، منظورم در دوره قواد و انوشیروان، اسلام که آمد در دوره طاهریان اصلاحات ارضی مطرح شد. کتاب ارشاد و زراعه شاهد اونه. در دوره های بعدی چون مملکت بسیار تکه پاره شده بود، یعنی فئودالیسم، سیستم فئودالی اداره می شد، به دلیل دخالت اعراب، به دلیل خلیفه گری که صفاریان یعقوب لیث و برادرش قیام کردن ولی با تأسفانه مردم کوتاهی کردن، در اونجا در تمام دهات که می رفتید مسئله می رفتن یا گذار، چون باج رو از دهات می گرفتن دیده سر خرمن، اونجا مسئله هست. دوباره کسی می گردن که بین رعیت اون اسم قدیمیش و ارباب مالک چیز بشه، یا آشتی به وجود بیاد. این آشتی به وجود نیومد بعد مشروطه. در مجلس کسانی داشتیم که برخواست در وکیلی بلند شد و گفت من به قضیه یک سوئیس ولش دارم، یعنی مالکیت اینقدر محبوب بود و مد زمان بود که خود رضا شاه هم تبدیل به یکی از بزرگترین مالک ها شد. و شاه محمد رضا شاه در کتابش می‌نویسه من با پدرم از این بابت موافق نبودم، ولی ایشان استدلال می‌کرد که برای آبادانی باید نمونه به دست بدیم. اصلاحات ارضی در دوره مغولان مطرح شد در آذربایجان. اصلاحات ارضی در زمان قبل از مشروطه در اساسنامه حزب دموکرات، نه حزب وابسته به شوروی، نوشته شده. اصلاحات ارضی در تمام این احزابی که بعد از شهریور بیست وجود اومد حرفش بود. اصلاحات ارضی درباره‌اش تزهایی نوشته شد در دانشکده حقوق و در خارج به دست ایرانی ها. اصلاحات ارضی البته یک راه برای تجدد داده، ولی این که بگوین امریکایی آوردن هیچ که تریل رو نیستادیم. اصلاحات ارضی در قبل مشروطه مطرح بوده، بعد مشروطه مطرح بوده، با مالکیت مطرح بوده، بی مالکیت هم مطرح بوده. اینقدر دانشگاه رو تحقیق کردن که هر جمله‌ای که از زبان یک محقق و مثل یه آدم مثل بسیار کسانی که در جبهه ملی در نقاط مختلف بودن یک کم نفر، فوراً اینها تبدیل می شدن به این که نه 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 شما دارید عوضی می رید. حتی همیشه یه جمله بود به محضی که بگید که مثلا دو به اضافه دو مطابق به چاره، به گوشتون می رسوندن که این حرفا برای توی دانشگاه خوبه. خب اگر این حرفا برای توی دانشگاه خوبه، اگه محصول دانشگاه چیز بدیه، پس چرا شما دانشگاه رو ایجاد کردی؟ بنابراین از ماست که بر ماست. تجدد یک کار بسیار بدی کرد، خدمات بسیار کرد، بی نظیر در تاریخ ایران. اون یک کار این است که جنگ کرد با قوم، در آشتی دائمی با مشهد در جنگ با قوم. روان نادرپور شاه حتی یک شعری هم گفته برای تمسخر قوم که شما یا امام سر میبینید یا چادر لچک بسن. قوم توده مقلد نیست، قوم بی سواد نیست، یه نوع سواد خودشو داره. تجدد به وسیله در تحول در آیات قرآنی، در آیات شرعی تحول زمانه. اونا حتی حرف تکامل نمی دادن، حرف تحول بود. کی توی کله ما گذاشته تجدد با
دین در دشمنیه. کی به طرز ما گذاشته تطبیقات رو میدانه که قوم مرکز در قوم هفت پل بود اونجوری که من تحقیق کردم و هر هفتش رو مردم ساخته بودن. وقتی تحقیق کنن اینها که نفوذ افقی دارن توی مردم، مردم رو چیز میکنن، تحریف میکنن. یعنی تمام اصول ششگانه فوق العاده است از لحاظ ضرورت زمانه و مالکین و روحانیت اندکی در مقابل با اینها باید صحبت میکرد. خیلی از کشورها به تجدد رفتن و مالکیت نگه داشتن به سو ارجاتی هنوز هم که هنوزه. این که ما منحصر بدونیم نه، برای که از انحصار فکری بگرد بیرون، برای کار رو بدهیم دست مجلس بحث کن که این خوبه یا بده. نتیجه چی شد؟ شخصی که اصلاح دارم یه روز کلمه فرمانده رو موت کرد. من هیچ وقت یادم نمیره در آباده بودم، یک بقال که پرو دستشم یک دونه کارگر رستوران ایستاده بود در اون شهر که اون زمان خیلی توسعه نداشت، میگفت که لقب اعلی حضرت عالی ترین لقبه، دیگر لقب ها چرا؟ یعنی مردم به طور ذاتی سیاسی هم در ایران به طور قاطع شاهنامه رو شور از سر داره، به طور قاطع غرور داره، ولی غرور زیادی آدم به غرور به دروغ میبره. متفکرین و دانشمندان اینه که من میشستم که صاحب تعریفات بزرگن، براشون یقین بود که اساس ارضی از امریکا اومده و راه اگر که بینیم از خودمون بود، اگر راه بیدادیم به مذاکره، مذاکره که من میگم من فقط مجلس تو نظر دارم، منظورم هوشگری فردگرایی بی خودی های او کردن این نیست. منظور من رفتن به مداله و تقویت تبادل نظر طبق قانون اساسی در مجلس. من یادم میاد که دو حزب ایران نوین و مردم هر دو حزب پادشاهی بودند. حزب ایران نوین طرح میداد و بعد در مجلس ستایش میکردن از اعلی حضرت که این طرح در راستای فکر اعلی حضرت برای خوبه. یک دفعه حزب مردم خالی شد، بیرفتن طرفدار حزب ایران نوین میشدن. من از این نماینده شیراز پرسیدم چرا تو این کار کردی؟ گوی یه روزی تو مجلس نشسته بودیم، انقدر دولتی ها از حزب ایران نوین که میخواستن یه لایحه رو بگذرونن تعریف کردن که من یه شعر گفتم که حزب ایران و نوین پاینده باد، یه کمی هم حزب مردم زنده باد. نه اون حزب درست کار میکنه نه اون دیگری، و در نتیجه تعصب تبدیل به تحکم میشه از این نباشدش. مخالفان ما مور بودن، مار شدن، عفی شدن. امروز رضا پهلوی یک شخصیت شناخته شده، یک امید پران در جب سیاست ایرانی های پادشاه دوست، دلچرچین سرنوشت پدر و پدر بزرگه که چرا این همه خدمت به زمین، این همه عزت، این همه این دگرگونی مردم از چیه؟
تغییری که در حرکت مردم پیدا شد یک دفعه چی شد؟ این ریشه امروزی نداشت. یکی از نویسنده ها که کتابی برای شاهزاده نوشته، در اون روایت که شاهزاده در همین 10 سالگی در علاقمند به علوم عقلانی است، فیزیک، بوتانیک و تمام تکنولوژی ماده، خب یه فضیلته. ولی باید پرسید، وقتی میپرسه از سیاست میگه حلش میکنه، ولی باید پرسید آیا علوم عقلانی با سیاست در رابطه است؟ آیا سیاست یه دو تا چهار تاست؟ بنابراین برای که بدونید که چه میگذره باید با مدوک نزدیک شد، نه که نزدیک یه تصویر بردازم توی روزنامه. در میان پادشاهان چیز غیر رضا شاه، اتفاقا رضا پهلوی تنها کسیش که وسط مردم میرفت از بچه دید. همین بعد از انقلاب هم بیشت به عنوان رئیس اپوزیسیون بیشترین تماس تو کوچه و بازار با مردم داشت و تو فروشگاه ها. اما خمینی چی گفت؟ خمینی گفت رضا پهلوی ولیعهد معصومه، هیچ کس مزاحم اون نیست، هیچ دادگاهی نمیتونه اون اظهار کنه، اون معصومه. ولی زمین و زمان رو چی داد بکنن که ایشون در خطرن. توی فروشگاه با مردم حرف میزنه، توی کوچه با مردم حرف میگفتن ایشون در خطرن. در خطر نیستن. برای چی؟ برای که میخواستن ایشون به مردم نره، مردمی نشه، فقط مال خودشون باشه. هیچ یک از سران اپوزیسیونی که بعد از انقلاب در فرانسه و در امریکا و جاهای دیگه به وجود آمده به قدر رضا پهلوی با مردم تماس نداشته. هیچ یک از سران اپوزیسیون به قدر ایشون کتاب درباره خودش و آرمانش منتشر نکرده. حملات جوانمردانه یا ناجوانمرده ای که به سیستم سابق شد ایشان رو وادار کرد که به مبارزه بره، پس اعلام پادشاهی کرد، سوگند یاد کرد. البته سوگند باید جلو مجلس باشه، ولی خب در تبعید هم یک کارهایی میشه کرد. بعد متوجه میشه که مردم کاری نمی کنن، همه توقعات از شخص ایشونه. درست در داخل ایران همه توقعات از شاه بود، در داخل ایران تمام توقعات از رضا شاه بود. وقتی شما در یک جای آمار میگرفتید مردم به که چی میخوان، که من بارها در شرکت داشتم، میبینید که در یک شهری مثل خرم‌آباد که اولیا حضرت شاهد میگرن، از 3000 نامه فقط 4 تا تقاضای اصلی دارن. سازمان های موازی کمر ایران رو شکستن، کمر دولت رو شکستن. در نتیجه ما موندیم و یک آدم. تمام طبقات از یه آدم خواستن این شدنیست در یه مملکت. حتی چی؟ به وقتی که رضا پهلوی حرف میزد میگفتن خب شما بیاید میدون. این فرق توی میدون بود. تا طلبا نرفتن به سازماندهی، نرفتن به آرمان پادشاهی رو مطابق کنن. برای چی ما رضا رو میخواییم؟ برای چی رضا میخواهد اعلام فترت کنه؟ این همه توقع از استفاده داشتن و اون همه خاطره بعد از سرنوشت پدر بزرگ رو بلد کنه، ایشون رو اصلا منصرف کرد از خیلی کارها. موقعی که رضا شاه بود با خوزستان رو دوباره فتح کردیم، موقعی که احزاب بی سر و سر پیدا شدن، ولی
احزاب با سلطه هم وجود داشتن، یک دفعه ما میدیم به یک قطعاتی از ایران جدا میشه. ما در مورد بحرین کوتاهی کردیم. تحریکات بیگانه برای دست نهادن به مناطق مرزی باعث شد که شاه یک وطن پرست رو معمور کنه برای مرز ایران شوروی رو دقیقا روی نقشه بیاره. اون شخص سپهبد جهانداری بود با 20 نفر افراد گروهش، و چون ایشون تحصیلکرده روسیه بود و زبان روسی رو حفظ کرد، روسا گفتن ما جهانبانی رو به ریاست کمیته قبول داریم. این بعد از سفر علی‌الحضرت به اون داستانی که در بسیار از کتاب‌ها مخصوصا به تفصیل در آثار اردشیر زاهدی وجود داره، اون گفته شده که روابط ایران با چیز وقتی که به ملامت میکنه به شاه که شما گوشی که به گفته نصب کردن امریکا در سواحل خزر، خب معلومه شما رفتید عضو سمتش، خب معلومه شاه بشو خود البته که ما رفتید، برای این رفتید از شما میترسیم، برای که شما اراضی ما رو دست دادید، برای که شما فتنه کردید تو من بکرد. از اونجا ورق روابط ایران شوروی برگشت. وجود شاه یعنی که مملکت رو با حراست، با عدالت، با تدبیر و سیاست شاهی در یک لحظه معین که نقش شاه تاریخ ساده اونجا رو برخیزه و مملکت رو به صاحب مملکت برگردونه. در برای ما مردم رای ندادن، چون ما لشکتشوی برای نکردیم، از چی میترسیدیم؟ برای بعدها ها میخواستیم شدن در شاخ امریکا یا در سر کشور عمان که چپ ها رو نفوذ پیدا کرده بودیم از اونها رو برونیم. یک مملکت متعلق است به تمام افرادی که اتون مملکتن. این اصطلاحاتی که علیه این از یا اون از این چپ یا اون چپ بیاد بیرون مردم گذاست. ایران یکیست، وحدت ملی و تمامیت ارضی. همام افراد در دلیل قانون مشروطه بایستی سهم داشته باشد. اگر استعدادشو نداریم به دلیل این که تعداد مدارس ها کافی نبود. امریکایی ها به ما، اروپایی ها، کانادایی ها، هر کدوم به شهادت خود من، به شهادت اونه که درباره من هم این اقدامات رو نوشتن میان و تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی ایدوکیشن نمالیات بدن. و ما بگفتیم آقای مملکت به تخت سیاه معلم احتیاج داره و مدرسه. اما فریبکاران می آمدن بگفتن که به مناسبت 25 سال یا 2500 سال ما 2500 مدرسه ایجاد کردیم در یک ظرف دو ماه. دروغ. مدارس تو آمارش دست وزارت استرادرزی نیست، آمارش دست وزارت آموزش پرورشه. در نتیجه رضا پهلوی رو میکنه به علوم جدیده، به علوم عقلانی برای ورزش فکری. هیچ ولیعهدی در تاریخ ایران این کارو نکرده بوده جز اون سالهایی که محمد رضا شاه در سوئیس افتاده. بنابراین ولیعهد تو خط خودش بود. آزردگی هایی داشت از اتهاماتی که به خانواده میزدن، آزردگی هایی داشت از سرنوشت پدر بزرگ پدر. بنابراین هر چه توضیح میده که من میخوام اینجوری، اینجوری نیست که شما میگید، پیش گشتن دست زدن، تبدیل گفتن، تلگراف فرستادن،
چه میدونم به نوازده هر چی بخواد کردن، ولی سازماندهی که بک کنه، حمایت کنه ولی عهد رو به وجود نگوردن. ولی شهرت شروع کردن به فحاشی به دیگران، خیال میکردن اگر فوش به رقیب سیاسی بدن این به سود ولی عهده. عبدا ولی عهد با علوم جدید علاقمند بود و هست مصدبن، ولی به شیوه دیگری در طریق چلون که در بیوگرافی های مختلف نوشته میخواست مملکت رو به یه شیوه دیگری چیز کنه. مدل های انتخاب کرده بود که یکی از اونها اسپانیا بود، به اونجا رفت. تمام کشورهایی که میتونست داری که چجوری میشه یه مدل پادشاهی دیگر چیز کنه، و در کسانی که در باهاش نوشتن که ایشان میگوید من شاه نوع دیگری خواهم بود. ولی وقتی که آموزش فرنگی رو دید، آموزش ایرانی که به اون بگوید پادشاهی و پادشاه دو چیز مختلفه، یعنی کافی نیست که تو بخواهی مردم با سازمان بگی کنن، اونا را از شده ها در این مورد حکم یک جوانی که میخواهد مردم را نیازه بونه. و وقتی که دید سیر حرف های منفی در طول 30 سال شعرش خاموش میشه، کم این فکر به درش آمد که نه، در این ایام ها حتی کسانی هستن که معتقدن که حرف ایشون یک امتیاز به جمهور اسلامی است یا یک ضرورتی است با دولت امریکا، هم چیزی نیست. افراد طلبانی بودن که به نام این چیز به شاهزاده اعلیحضرت میگفتن و متوجه نبودن که در یک کشور در یک مبارزه با تا قانون اساسی نمیشه کار کرد. یکیش معتبره. متوجه نبودن که انقلاب شده. اصلا برای خودشون میاره که انقلاب شده. و انقلاب این شعاری داره. حالا این انقلاب کدام انقلاب هست که به دیکتاتوری نرفته؟ در فرانسه ناپلئون سوم امپراتور بود، مردم علیه شده بودن به دلائلی، گفتن ما جمهوری میخوام. گفت جمهوری بخواهد، منم نامزد جمهوریتم. شد رئیس جمهور، بلکه مردم در هیبت اون خود ناپلئون رو میدیدن. 7 سال ریاست جمهوری کرد، نبض زمانه اینجوری میزد. بعد مردم گفتن ما رئیس جمهور نمیخوایم، ما امپراتور میخوایم، ما ناپلئون میخوایم. ایشون گفت من ناپلئون شما رای بدید به پادشاهی، رای دادن به امپراتوری، داره خود ایشون شد امپراتور. یعنی نمیشود پس کرد از خاطر ملت اثر پادشاهی رو. چه کار می شود کرد؟ نقص ما کجاست که دریابیم که این خون جگری ولایت عهد سابق و رو برگردوندن از پادشاهی و رفتن احتمالاً به جمهوری از چی؟ به شاه باید کمک کرد، نه اطاعت، نه خم شدن. شاه مرحوم دستموسی دوست نداشت، اصرار میکرده که لخورون این سنت پادشاهی باید باشه. یعنی تجدد برای مملکت، ارتجا برای دولت.
نظر پادشاهی. رضا پهلوی کوشید در مصاحبه ها، کتاب ها، که یک طرز تفکر تازه ای رو به سلطنت عربان بده. سلطنت عربان در نیافتند و در نتیجه دوباره همون 2700 حزبی که 72 ملت شدیم به قول حافظ، تمام توقعات از شاه بعد بر یفتاستن اشتباهه. رضا پهلوی در کاری که الان کرده از لحاظ عاطفی و شخص خودش هیچ اشتباهی نکرد، حقش بوده که حقو بزنه. ولی ما داغ پادشاهی رو داشت نمان شخص پادشاهی در سپی جابه ایران همیشه پادشاهی، حتی ولایت فقیه از سیستم پادشاهی استبداد پادشاهی داره خواهی اون صورت ادامه میده. متا یک بدبختی بزرگ این است که ولایت فقیه این است و جزی نیست، این است و جزی نه. تمام کار یک کشور کسی از دو طرف درش الان وجود داره. فقط اساسش برای اینه که میگه من باید جمعیت مملکت رو برسونم به 150 میلیون که اون موقع کسی حریف من نشه، هر وقت خواستم یه مدونه به کشتم میدم. روز 150 میلیون تاثیر نمی کنه. بی اطلاع از سرنوشت فرات ایران، از ژئوپلیتیک ایران که بالای در ده ها دموکرات جامعه شناس آمارگر تفکره برسته هم که 50 میلیون بالاتر نباید بریم. اگر یک کشوری مثل سوئد بشیم، سوئیس بشیم، برای ما کافیست. برای مگه میذاشتم؟ من هیچ وقت از انتقاد به دلیل آزادی هایی که به امثال من داده شد دست برده داشتم. ایشان خیلی خوب میدونید که من معتقد هستم به بازگشت و هویت ملی. ایشان خیلی خوب میدونه که راه نگهداری ایران نه از واشنگتن میگذره، نه پاریس، نه لندن، نه هیچ خراب شده دیگر. چهره هایی که از مردم دارن رضا پهلوی مؤدبه، مردیست مؤدب، از جوانی هم مؤدب. ولی مردیست مثل هر خانواده رسی یه محدود، این میاد یه چیزی میگه، اون میاد یه چیزی دیگه میگه. ایشان نگاهش رو تمدن غرب بده، تمدن غرب و غرب در انقلاب ایران دست داشت. بروید ببینید چه کسانی در 28 دوره راجعه خانه جاسوسی اسامیشون آمده. خیلی ساده است، به یک نفر، به یک مرد تنها حمله کرد به نام شاه. خیلی مشکله که حمایت کنید، تبلیغ کنید، روشنگری کنید، نه روشن فکری. دوکه منظور از این ترچیه وقتی شما همه چیزتون رو از شاه بخواید، پادشاهی همه چیز ازتون میگیره. اظهارات اخیر شاهزاده از یه اهمیت تاریخی برخورداره. اهمیت تاریخی اینه که در حقیقت یه نوع انتقاد هست در این حرف از غرب که پادشاهی رو ضعیف کرد. هایدر چه سگی بود که بیاد به ایران با یک جنرال امریکایی بیاد بپرسه شما کی میرید؟ کجا بودم تام طلب طلبا؟ با تمام تضادی که رضا پهلوی دیروزی با رضا پهلوی امروزی وجود داره، یا
یعنی در گذشته و حالا و نوتا و اصابا حق داره در این سنی که از به آلام خودش خاتمه بده. وقتی هست کمکش رو بکنید، وقتی میره میگه چرا رفتی؟ یه حقی که نمیشه. هدف دیگری اینه که درسی میخواد به پیروان پادشاهی بده که پادشاه بدون پادشاهی، پادشاهی بدون قانون اساسی در دنیای ما وجود نداره. جمهوری ها و رئیس جمهوری هایی که بردار از شاه عمل میکنن دیدید در پنج دوره انتخاب میشن. در انقلاب ایران رقیب پادشاهی روحانیت، روحانیت همیشه رقیب بود از زمان هخامنشیان تا امروز. شاه میکنن یه گذاریده شد، نه، روحانیت یه سازمانی است که به بحانه تشیع ایران رو از چنگ یار صفوی البته از چنگ چیز در میاره، عثمانی تشیع رو جا میندازه. تشیع که جا میندازش برای بودنش رو خبس و زکات و سازماندهی و مکتب سازی و خورده سازی و مسجد سازی تکیه میکنه. و یک چیز به شما میپرسم، کمترین امامزاده های ما در ایران شناخته شدن، همشون هستن امام ها که جای خود دارن در ایران، در عراق هر جو. بیشترین پادشاهان ایران شما قبلشون نمیدونید کجاست، چی این کار کرده؟ شاه کرده یا مردم یا اشتباهات هر دو؟ چهل سال بعد انقلاب کسی در ایران نمیگه که ما بمب اتمی نمیخوایم یا اتومبیل نمیخوایم یا راه آهن نمیخوایم یا جاده نمیخوایم یا رستوران تمیز نمیخوایم یا غذا بیشتر میخوایم. میگوید که امریکا این مملکت رو فلج کرده، من با امریکا کنار نمیام. این سرسختی دیپلماسی قابل نرم شدن بود اگر برجام رو می داشتن، و این کافی نیست. ایران باید ضعیف باشه، برای که ایران یک کشور تاریخی است. حتی زیر تناب دار بود و گفت از فارسا بترسید. پس ایران یه جرمی داره، ایران و ایرانی که جرمی داره که زیر بار زور اجنبی نمیخواد بیاد. اونها که با صدای شاه سابق آشنا هستن و هنوز هم نباشد، خوب بوشوید کلمه اجنبی در سخنان ایشون همیشه به کار برده میشه. ایرانی کنار نمیاد، نه با یونان، نه با عرب، نه با چنگیز، نه با فلان، و میمونه. خب یکی مثل فردوسی میگوید شاهان، شاهنامه، نامه شاهان، یکی مثل دیگری میگوید که پادشاهی و پادشاه. این دوتا با هم لازم و ملزوم هم، یه طرحی بود در اون زمان به نام طرح آشتی با قوم. دوره هویدا شروع شد، این طرح رسید به آموزگار و بالاخره دفع شد. چه دلیلی داره؟ قوم جزء این رو چه؟ کدام شخصیتی میشه از این سفر میکرد به قوم؟ و متاسفانه دستگاه تبلیغاتی اون حرف شاهی که در قوم زد اون رو دو برابر منتشر کرد. روحانیت دیگه من طرف کارم، من همونم که با تشیع عثمانی رو زده بقب، من ایرانی هم اصلا
منطقه شما شما میگم بیایید کنار بیاییم با هم. ما به دلیل امنیت خواهی و شاه ترسی یه بعض بیشتر رجال تبدیل شدیم به اینکه ای واقعا تشدد با تشدد یا با هر دین دیگه مخالف لا در تمام کشور دیگه کلیسا ها وجود دارن. فساد کلیسا برملا شد امروز دیگه، همه میدونن که چه گذشته در همون امریکا یا در کشور دیگه. کتاب بزرگ پاپ رو ببینید که از فسادها با چندین محقق بزرگ و مأمور کرد که 6 سال مطالعه کردن تا اومد به فساد کلیسا وجود داره. برای فساد کلیسا با دین فقط فساد اجتماعیه. سیناریوی ناپلئون سوم که عرض کردم آیا ممکن دقیقا تکرار بشه؟ چرا از حالا جواب بخواهیم؟ کار ما باید با کار سازماندهی کوچک کوچک شروع بشه. چرا از حالا بخواهیم خیال کنیم که نه اگه اینا برن اون میاد یا اگه اینا بیان یه دیگر؟ این تحت حرف زدن سیاسی نیست. را نشست برای یه آرمانی سازمان داد و مالدار داد. اگر غیر از این بود پادشاه سابق که این 50 سال تجربه داشت چرا گفت کسانی که کاسه گدایی پیش بیگانه میبرن آبروی ایران و مبارزه را خواهند بود؟ یعنی آبروی ایران برای شاه آبروی ایران مهم بوده. بچه ملت با غرور هستیم، ملت آبرو رو دوست داریم. یکی از بدگویی های ما به هم واژه بی آبرو است. این غرور رو باید گذاشت توی کانال سازماندهی. عشق بزرگی در ایران پیدا شد به گسترش تجدد. احساساتی که تعلق به شاه بود اون رو تبدیلش کردن به شاه ترسی. جامعه ایران دیواره نبود، در اعراب مشروطه مردم دیواره نبودن، اون قانون اساسی رو نوشتن. روحانیونی که با مشروط طلب ها کار کردن برای که مشروعیت رو هم شریک های شریک کردن توی قرار اصلا جاپا دارن. مالکین روی که ناراضی بودن چرا ما با اینا نشنیم حرف بزنیم که یا سرمایه‌گذاری در جنس تکنولوژی و رفاه زارع بکن یا اگر نداری زمین رو بفروش بزاره بر اساس مالیاتی که داری و کارتو بکن. او چه کسانی بودن در سطح بالا که چون دهات مکانیزه شده از تقسیم رو معاف بودن ترکتور اجاره کرده گذاشتن تو املاکشون. بالای بالا رو فکر کنید، منظورم پادشاه نیست. امروز پیروان نظام پادشاهی در یک تمادل سرکوفته شده به سر میبرند. بسیارند مردمانی که نظام پادشاهی رو به سبب ضعف دیدگاه نظام ولایت فقیه باز آمدنی میشوارند که مبارک از کسی اینطور فکر کنید. اما ژئوپلیتیک دنیا که خیلی ساده سلطنت بره جمهوری بیاد، همون کاری که بید چیز کردن به آخر شب روشن خوشی ها بگن ما گند زدیم به ساقای شایگان، خدا رحمتش کنه، فیلسوف باستواد با درکی بود و اشتباه بزرگ کرد ولی آخرش کن ما گند زدیم. برای که نظام پادشاهی آینده دست در دست قانون اساسی و دست در دست حرمت دولت و قدرت دولت باشه، ما احتیاج به یک نوع آگاهی بر دموکراسی باب ایران هم داریم.
این احزاب مدعی اپوزیسیون چه کار کدوم مقاله رو در این زمین منتشر کردن؟ کنگره هایی که از افراد می‌برن با چیز با پول بلیط آقا بیاد دور هم جمع شی. آخرش در پاریس بود که شهروندگی داره یادآورش. رنجی که امروز پیروان پادشاهی می‌برن شاید مبتلی بشه به یک خانه تکانی ذهنی نسل اونهایی که معتقدن پادشاهی دوام داره. بلکه طبیعیست، پادشاهی یه سیستم طبیعیه، از بطن جامعه اومده بیرون و به هیچ وجه هم به معنی قلدری نیست. در روستاهای ایران کپ خدای ارثی ما داریم، کپ خدا شاهده، چون به دلیل عملکرد پدرت پسرش رو میکردن کپ خدا بعد فوت اولی. شاد هنوز هم وجود داشته باشه ولی من شاهدش بودم. دنیای دموکرات امروز سرش در خمره سیاسی گیر کرده. هنوز یاد بلفو که یاد اینه که چه زمانه خوب بود استعمار. تنها الجزیره است که گفته بود از من معذرت بخواد به خاطر استعمار. هر چقدر در طول بکشه الجزیره یا اینا به سامون خواهند رسید. رو برگردادن از ولی عهد سابق از شاهزاده رضا پهلوی کار درستی است. کسی تصمیمی گرفته به سود خودش یا به در خودش مسئول تصمیم بشید. امری شخصی شما چرا این کار میکنید؟ اینجا بود شما کمک نکرد اقدام تصمیم شد محترم ولی به معنی پایان نظام پادشاهی نیست. ایرانیان یه مردمی هستن عطوف، رحیم، صبور، مغرور. ظاهرشون غیوره، باطنشون مهربون، مقاومه. ما از طبیعات غرب، غرب درو که امضاشو پس میگیره از برجام که مردم گرسنه بشن، که فساد بره بالا، که ایران بذاره تو بغل چین. اینا سرگیجه دارن در اداره امور مملکتشون. از تبلیغات غرب درو ما شکست خوردیم. علل شکست ما کی نوشت؟ هزار کتاب نوشته بشه در بدیه گذشته فروش داره. یکی کتاب بنویسه که بگه آقا این کارهای مثبت هست این هم داره اون اصلا شلوده نمیشه. از غرور زیادی رفتیم به قبول دروغ. همین روحانیت در گیر کرده در دروغ. برگردیم به حقیقت و برگردیم به وحدت ملی و باید برگردیم. دست از این ذکر مصیبت برداریم. ما برای پادشاهیمون نبایستی مثل اونها برای امام و سرشون سیلی میدنن سیلی میدنن. ما باید بریم به فکر. برای که تجدد یک آدم تحصیل کرده تولید کرد در تمام کشورهای مختلف. اینها فرار کردن از ما بکرد. اینها رفتن. ما باید فکر بکنیم که این نیروی عظیمی که در خارج هست به چه چیز باید بپردازه اگر قصد سیاسی داریم. در حال من همیشه تکرار باید بکنم که نظام اهل پهلوی ها در اولویت امنیت و تجدد قرار شد و رفت به آفریدن غرور و قدرت‌های موازی و دولت و مجلس و قانون و ایجاد خلل کرد. دولت ضعیف شد. شاه یک وقتی 6 نفر از
پادشاه دوستان رو دعوت کرد که ما به نتیجه رسیدیم که ارتش باید سیاسی بشه. ارتش ها رای نمیدادن از زمان رضا شاه. یه مدتی رضا شاه گفت یه مدتی لازمه. بعد شد عادت. مردانی در ارتش داشتیم که بهترین دانشگاه های دنیا رو دیده بودن. تو دانشگاه نظامی. ولی حق رای نداشتن. هیچ کس گفت و نبشت. خود شاه در یافت. هر چه سفر رو احضار کرد. منم یه افتخار داشتم که حضور داشتم. که ما باید فکر کنیم که ارتش رو آرام آرام سیاسی کنیم. پنج یا چهار جلسه تشکیل داد. دو تا شاهدش هنوز وجود داره. بقیه در حیات نیستن. مخالفت شد از سوی ارتشیان. از نه همه ارتشیان. از بعض فرمانده ها. کوشش ها برداره میکنن. شاه به این نتیجه رسید که لابد زوده. تر خوابید. وقتی تر آشتی قوم را اعلام دادیم دولت و شاه خوشحال بود. وقتی فرمول بودیم که از کدام راه بریم قدرت های موازی مانع میشدن. قانون بود. از دکتر سره عبور من میکردم. من صحنه های شاهد بودم که برای ورود به کنکور دانشیاری در دانشگاه تهران هر شخصیت های درباره کمک یافتن که اینو قبول کنید دل وقت کنید. دانشگاه بیچاره میگفت حالا که اینجوره نه این نه اون. بعد این وقت میابدن در دوره چه خوشبختانه در دوره همون دوره اصلاحات بنیادی یا انقلاب سفید در اون دوره دانشگاه عکس العملشون نشون داد. استقلال خودش حفظ کرد. آدم ها عوض شدن. از اون طرف اتفاقاتی می افتاد که در کار دانشگاه دخالت می کردن. وقتی در روابط رضا شاه من این رو از پیرترین سناتور آشنا کرد. بودجه مملکت میبرد این اینجا اون سال مملکت دوچار کسر بودجه بوده. رضا شاه میگه این بودجه تصویب نمیشه برید یه فکر بکنید. میره یه فکر بکنن برمیگردن میگن قرمیه اصلاحاتشو. میگه بگید میرم از کجا برداشتید به کجا گذاشتید. میگه از بودجه بورسیه هایی که در خارج از کشور دارن دست بخونن کم کردیم و گذاشتیم به اینجا. از فرای رضا شاه عصبانی میشه. میگه شما میدونید اینا چی هستن که در خارج هم دارن دست بخونن. اینا فردا مدیران مملکت هم برای شناسه شاه را مظاهره میکنید. این نیت شاه. ولی وقتی رفتن برگشتن از طرح اونایی که بورس گرفتن تبدیل شدن به اولین مخالفان. نه همه البته. بایستی برگردیم به خودم. دو فایده داریم. اولی که دوباره ایران رو بشناسیم. بابا ایران این نیست. نه منم نه تو. ایران 80 میلیونی هست الان. اون ایران 37 میلیونی اون همه خدمت کرد به دلیل این که اقدامات رو به غیر از تصویبی با ششماته اونجوری که بایستی به ثمر برسونه نرسون رفتنی شد. حالا شما خیال میکنید آقای ترامپ بیاد درست کنه یا آقای بایدن؟ هیچ کدام اینها به اندازه سر صورت بقید یک دلار
اینها دوستان و تفقبانیستن. من نمیگم بفرد داشته باشید، من میگم مقاومت دو بهتان در معامله باده. اینها به خاک، به معادن، به شخصیت ها، به تمام چیزهایی که توی مملکت بدیم کرد، یعنی درخت انار تا یه تاج پادشاهی نظر دارن. برای که مادی هم فرپرست هست در امور مادی تاریخش رو نشون میده که اینا صیاد هست، قرد صیاده. ما و خود من آرزوی یک چیزی همیشه داشتم در این 40 سالی که یک جلسه تشکیل میدید که ما شکست خورد هرگز نشد. وی به من کارهای مهمتری ما الان داریم. کدوم کار مهمتر داریم؟ الان یه آرزو دارم که کسانی که متأثرن از وضعیت از اقدام شاهزاده رضا پهلوی برگردن تا خود بگم ما چه کردیم؟ از کدام رفت میشه مردم روشن کرد که دچار خرافت آخوندی نشد؟ جلو نمی کنم راه دیگری وجود داشته باشه. اگر داشته باشه امیدوارم دوستان برای منم بفرستن. با معذرت از طولانی شدم، شما رو به خدا بسپارم و به ایرانی گری و ایران شناسی خود. این مملکت احتیاج به این داره که باز شناخته شود با ادب و خداحافظی. ممنون از شما، سپاس و صد سپاس از همه مهرت به میهن. ممنون از اینکه لطف کردید و پذیرفتید که در خدمت شما بزرگ باشیم. ممنون از شما نازنینان، هم سپاسگزارم و بسیار تشکر میکنم از همه شما که مهر کردید و رو دنبال کردید. ممنون و متشکرم.